ایران در دستان شماست. با درود به همیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه‌ولایتی هستم و برنامه امروز سیمای نهاد مردمی رو از استودیوی این سیما در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، انتخابات آمریکا در هفته گذشته انجام شد. ما دموکراسی، روح دموکراسی، رأی مردم و نهایتاً انتخاب مردم، آقای دونالد ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور منتخب امروز در امریکا میشناسیم و همه گروه های مختلف، اگر که نه تماماً امروز ولی آرام آرام، همه طبق سنتی که در این مملکت بوده پشت سر رئیس جمهورشون وامیستن و به دنبال ساختن آمریکا خواهند بود. خب این زمانی که تا ژانویه برای این تحولاتی که باید انجام بشود تحویل بدن این ادمنستریشن قدیم به ادمنستریشن جدید، این زمان رو لازم دارن و آقای دونالد ترامپ هم در تهیه این کارها دارن مقدماتش رو فراهم میکنن، وزراشون رو انتخاب میکنن، شخصیت هایی که باید در کارهای کلیدی باشن انتخاب میکنن و حدود 2000-3000 نفر باید در این ادمنستریشن جدید قرار بگیرن. سازمان های مختلف در برون مرز هم به آقای ترامپ تبریک گفتن انتخابشون رو. از طرف نهاد مردمی هم نامه نوشته شده که دکتر فروتن به عنوان سخنگوی نهاد مردمی این نامه رو امروز برای آقای دونالد ترامپ فرستادن. این نامه اولا تبریکی است از طرف نهاد مردمی به ایشون برای انتخاب شدنشون به عنوان ریاست جمهوری و در این حال اشاره کردند آقای دکتر فروتن که اصولا اون چی که ایران بود قبل از این انتخابات، قبل از این آمدن حکومت جمهوری اسلامی، یک دوستی و اتحاد بین ایران و آمریکا بود که هم به نفع ایران و هم به نفع آمریکا و هم به نفع سراسر جهان بود. اما از موقعی که جمهوری اسلامی آمد متاسفانه این پیوند شکسته شد و تبدیل شد به اون چه که ما در طی این مدت دیدیم و نتیجه جز خرابی جهان نداشت و ابراز امیدواری شده که با آمدن آقای ترامپ تغییراتی انجام بشه که به نفع مردم ایران، به نفع مردم آمریکا و به نفع مردم جهان باشه. هموطنان عزیز، این دموکراسی، این است انتخابات آزاد، این چیزی رو که مردم شاید اون اوایل خیلی هم فکرشو نمی‌کردن که آقای ترامپ انتخاب بشه، کسی که حتی در داخل حزب جمهوری‌خواه باش مخالفت کردن، اونها رأی دادن به حزب دموکرات و خانم هیلری کلینتون، ولی با تمام این مخالفت‌ها حرف مردم نهایتاً به کرسی نشست. اما نه نظارت استصوابی بود و نه این کارهای مسخره‌ای که حکومت اسلامی برای انتخاباتش می‌کنه و نه اون فیلترهایی رو که حکومت جمهوری اسلامی از اول می‌گذاره برای اینکه کسی که بخواد انتخاب بشه چه شرایطی رو باید داشته باشه. ما خوشحال هستیم از اینکه در کشوری مثل آمریکا باید رول مدلی باشه برای بقیه مردم جهان که انتخاباتشون این چنین باشه.
و حتما روزی فرا خواهد رسید که ملت ایران هم حکومتی را از مردم بر مردم انتخاب بکنند. امروز با نهایت خوشحالی باید خدمتتون عرض بکنم که شخصیتی مهمان برنامه نهاد مردمی هستن امروز که ما سالهاست این شخصیت رو میشناسیم، اما دورا دور فعالیت‌هاشون، فعالیت‌های حقوق بشریشون رو در تمام این مدت دیدیم که چگونه در خیلی از این زمان‌ها یکتنه ایستادن در مقابل استبداد، و امروز خوشحال هستیم که نهایتاً به امریکا رسیدن و امروز در استودیوی سیمای نهاد مردمی تشریف دارن. خانم محبوبه حسین‌پور، شخصیتی که در جامعه زنان بسیار بسیار شناخته شده هستند و بسیار شخصیت دوست داشتنی و در این حال کسی که قلبشون رو در ایران جا گذاشتن، اومدن اینجا مبارزه میکنن برای اینکه وطنشون رو پس بگیرن. من به شما درود میفرستم خانم حسین‌پور عزیز، بسیار خوش آمدید. درود بر شما جناب دکتر شاه ولایتی، درود به هموطنانم در سراسر این سرای سپنج، به ویژه در وطن اشغال شده ما ایران، و درود بیکران به روان پاک همه جانباختگان راه آزادگی و ایستادگی در برابر جمهوری اجامر اشغالگر ایران. سپاسگزارم از معرفی شما و از اینکه در واقع به من این فرصت رو و این افتخار رو دادین در اینکه این برنامه رو در خدمت شما به خانه های هموطنان همدرد و همرزممون ببرم. هموطنان عزیزی که احتمالاً خانم حسین‌پور رو نمیشناسند، که بسیار باید تعدادشون کم باشه، خانم حسین‌پور برادرشون رو که یکی از دانشمندان اتمی بودند در ایران، به دلیل اینکه این برادر تمکین نکرد با جمهوری اسلامی کار بکنه و قدمی رو برداره که به ضرر ملت ایران هست، متاسفانه برادرشون رو اعدام کردند، و یعنی این برادر رو کشتند، ولی چیکار کردند؟ انداختن گردن اسرائیل، گفتن اسرائیل بود که این دانشمند اتمی ما رو کشت. من باید تصدیق بکنم که ایشون اعدام نشدن بلکه کشتنشون. من فکر میکنم که فرصتی خواهد بود که خانم حسین‌پور مقداری در این زمینه مختصرا توضیح بدن، گرچه که ایشون خودشون در میدیا بسیار شخصیت شناخته شده‌ای هستند، برنامه های مختلفی در تلویزیون های مختلف دارن، و از چندین سال پیش، یعنی تقریبا از حدود 10 سال پیش که این برادر نازنینشون، این شخصیتی که هم در جنگ شرکت کرده بود، هم یک جوان ایرانی بود، تحصیل کرده بود، دکترا در رشته اتمی داشت و واقعا وطنش رو دوست داشت، از خانواده ای که واقعا به اون وطن علاقمند بودند، و امروز هم که حتی در میان ما نیست، مطمئنن دل در گروه آزادی ایران داره. اما از اون روز تا حالا که حدود 10 سال داره میگذره، این خواهر، این پرچم مبارزه رو با حکومت دروغگو و فاسد اسلامی برداشته و همچنان داره ادامه میده. خانم حسین‌پور، خواهش میکنم که بفرمایید ببینیم که این برادر عزیز شما که تصویرشون رو در اینجا داریم میبینیم، چگونه شد که توسط جمهوری اسلامی کشته شد؟ من پیشاپیش از همه بینندگان محترم عذرخواهی میکنم اگر احساسات بر من غلبه کرد، که قطعا هم درک میکنید و هم میبخشید. از شبت که خب اردشیر به عنوان یک نخبه، به عنوان یک جوان نخبه، از همون سالهای ابتدای ورودش به دانشگاه و حتی پیش از اون، در دوره حتی از ابتدایی که اولین افتخارنامه علمی که نصیبش شد کلاس پنجم ابتدایی بود، که در استان فارس تنها کسی بود که در ماده ریاضی در امتحانات نهایی نمره 20 گرفت و اولین افتخارنامه رو از خانم فرخو پارسا زنده یاد دریافت کرد، و از همون بارقه های
نبوغ واقعا و اون ظرفیت های شگفت انگیز علمی از همون زمان مشخص بود و خب این مدارج طی شد تا در دانشگاه همواره به عنوان دانشجوی نمونه با معدل 20 با بالاترین با به اصطلاح پاس کردن بالاترین کمیت به لحاظ تعداد واحد، بالاترین کیفیت به لحاظ محتوای واحد هایی که میگذرون در حال شناخته شده بود در جامعه علمی ایران و در جامعه علمی بین المللی که اردشیر تازه فوق لیسانسش رو در دانشگاه پهلوی شیراز اصرار دارم بگم دانشگاه پهلوی شیراز گرفته بود که اولین دعوتنامه براش از دانشگاه آکسفورد اومد که بره و یعنی هم به عنوان استاد و هم به عنوان دانشجو در مقطع دکترا اونجا ادامه بده و این شروع شد که حداقل 8 دانشگاه معتبر جهانی برای اردشیر دعوتنامه فرستادن در طی 10 سال، یعنی از حدود سن 32 سالگی تا 44 سالگی که به دست این نابکاران ترور شد، دلاورانه اما بسیار غریبانه و مظلومانه. داستان این بود که خب اردشیر به عنوان یک نابغه در علوم محض به خصوص در ریاضیات و فیزیک، طبیعتاً دکترای فیزیک اتمی رو هم در ایران گرفت و یکی از معتبرترین پایان نامه های دکترا رو در رشته فیزیک اتمی نوشت که همچنان یکی از برجسته ترین بعد از اینکه الان در حدود 14 سال از نگاشتن اون پایان نامه میگذره، نزدیک به 15 سال شده، یکی از برجسته ترین پایان نامه ها هست در رشته فیزیک اتمی در جهان، یعنی جزو 4 تز برتر فیزیک اتمی در سطح جهان است. این رو کارشناسان و کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستن به من گفتن و همچنان هم مثلا آمارشون رو دارن تعقیب میکنن و به من خبر میدن. ببخشید خانم حسین پور، این جوانی که این مدارج رو تهیه کرده بود و بعد به هر حال داشت کار میکرد در اون مملکت، چگونه شد که تصمیم گرفت حکومت ترورش بکنه؟ بله خب ببینید، اردشیر خودش انتخاب کرد که در ایران بمونه برای اینکه معتقد بود، این جمله معروفی بود، دوست و دشمن از اردشیر حسین پور شنیدن این جمله رو، برای که اون 22 سال طلایی رو در محیط دانشگاه گذروند، یعنی از زمانی که از خدمت سربازی در ارتش در زمان جنگ ولی اردشیر حسین پور که پسر یک خانواده دستگل خانواده بود، به دلیل اینکه پدر ما سنش به حد نصاب نرسیده بود و اون مشمول سربازی شد، در سال 61 اعزام شد به جبهه، یعنی در ارتش برای خدمت سربازی رفت. ازشون میدونید پسرها اون موقع نمیتونستن دانشگاه برن، نه امکان خروج از کشور رو داشتن و اردشیر هم پسر بچه نبود که بخواد علاف بگرده یا بخواد مثلا دفع الوقت کنه، پنهانی زندگی کنه و عرق وطن پرستی داشت اردشیر حسین پور، همه مهمتره و رفت جبهه و با تشویق نامه جنگی، اولا که درجه گروهبان دومی، یعنی گروهبان دوم وظیفه شد به خاطر اون رشادت و درخششی که داشت، بعدش هم با تشویق نامه جنگی از اون فرماندهانی که افسران دوره شاهنشاهی بودن برگشت عقب و رابرا هم رفت نشست سر کلاس دانشگاه. در نتیجه این عرق وطن پرستی اردشیر بسیار بارز بود که خب ریشه در تربیت خانوادگی داشت. من پدرم نظامی بود و پدر من ناسیونالیست بود و ما کتاب بالینی خانوادمون شاهنامه بود جناب دکتر شاه ولایتی. در نتیجه اینها بود و نمیخواست از ایران خارج بشه، معتقد بود که هر کس یک سرمایه علمی یا مادی، این دوتا چیز هست که کشور رو نگه میداره دیگه، یعنی یک اگر همچین سرمایه باشه و کسی اینها رو از کشور خارج کنه، همیشه میگفت دیگه، میگم این جملهش معروف بود که اون وقت ایران میشه کشور دزدها، معتادا، گداها و تنفروشها، آنچه که
همین سر مملکت ما در آوردن و متاسفانه به این چیزها در جهان داره شناخته میشه شوربختانه. در نتیجه تصمیم گرفت بمونه و اون بضاعت علمی خودش رو و اون نبوغ شگفت‌انگیز خودش رو هزینه جوانان مملکت کنه و برای پیشبرد اقتدار ملی در چهارچوب قوانین بین‌الملل ازش استفاده کنه که کرد و در رأس غنی‌سازی اورانیوم قرار گرفت و غنی‌سازی اورانیوم 3.5% می‌کرد، در این حال که اردشیروسین پور استخدام آموزش عالی بود و با درجه استادیاری در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز شروع کرد که ظرف 3-4 سال به چهار سال به دانشیاری رسید که این عکسی که ملاحظه میکنید برای دوره دانشیاری اردشیروسین پور در تابستان سال 85 گرفت و در 25 دی ماه همون سال 85 به دلیل تمردی که از 2 سال قبل آغاز کرده بود در برابر دستور غنی‌سازی 20%، خودش غنی‌سازی میکرد ولی 3.5% 20% رو زیر بار نرفت و با وجودی که پروژه های دفاعی آنچه را که در بر مبنای وجدان علمی خودش و بر مبنای اون واقعا آزادگی بی حد و حصری که داشت تشخیص میداد، اون پروژه ها رو اجرا میکرد، پروژه های دفاعی رو، ولی اون چیزی که به کشتار جمعی و این اهداف شیطانی و خبیثانه منتج میشد رو نپذیرفت و بعد از 2 سال و اندی چانه زنی هایی که این نابکاران باش داشتن و موفق نشدن، نهایتا او را در یک توطئه بسیار کثیف واقعا که از اعضای خانواده سببی او، از خانواده همسرش همکاری گرفتن، او رو تنها در خانه، در خونه خودش براش اتاق گاز ترتیب دادن و این جوان نخبه وطن رو، این جوان شرافتمند وطن رو و چشم و چراغ یک خانواده رو در اون خلوت موهش در سحرگاه 25 دی ماه 85 کشتن و انواع سناریوهای بیشرمانه رو ساختن که خب طبیعتاً از همون لحظه آغاز بر تمام زن و مرد و دوست و دشمن محرز بود که این توطئه کثیف خود حکومت بوده و چون این چیزی نیست و به دست خود اینها. هموطنان عزیز، من خانم حسین پور رو که میبینم صحبت میکنن عشق در چشمانشون حلقه میزن. من مطمئن هستم شما هم در این همدردی همه با هم با تمام مادران، خواهران، پدران، برادران و تمام کسانی که در ایران عزیزانشون از دست دادن توسط این حکومت فاسد، مطمئنن همه همراه هستیم. امروز خانم حسین پور پرچمی رو به دست گرفتند در اینجا که برای جمع کردن کسانی که عزیزانشون تو مملکت از دست دادن توسط این حکومت که تعدادشون کم نیست، حتما در هر خانواده ای، در هر خانواده ای این حکومت یک داغی رو گذاشته. خانم حسین پور آمده اند تا زیر این پرچم. اولا خانم حسین پور از مدت ها پیش سرپرست دبیرخانه حقوق بشر نهاد مردمی است. در دبیرخانه حقوق بشر نهاد مردمی تعداد زیادی شخصیت‌های مختلف در سراسر جهان هستند. اما اجازه بدهید تا برویم سرخط اخبار رو ببینیم که توسط دبیرخانه آوا و سیما تهیه شده، بعد باز برمیگردیم با خانم حسین پور و یه مقداری اولا خانم حسین پور بفرمایند که در این کاری که شروع کردن مدت‌ها هست به چه ترتیب میخوان بقیه رو جمع بکنن، که من میدونم تعداد زیادی هم با ایشون در تماس هستن، اما میخوایم به اطلاع هموطنان برسونیم که این متمرکز داره میشه در نهاد مردمی و این کار قرار هستش که به صورت سازمانی یافته و با سازمان درستی تمام کسانی که در جهان بر علیه جمهوری اسلامی کارهای حقوق بشری دارن میکنن، اینها بیاین و با همدیگه در این سازمان نهاد مردمی که به این شکل ما فقط و فقط برای به عنوان وسیله‌ای برای جمع کردن بقیه نیروها و به هیچ وجه هیچ کس در این سازمان نه جویای نام و نه به دنبال نان قرار هست که این کار انجام بشه.
از مدت‌ها پیش مقدماتش فراهم شده، ولی امروز خوشبختانه خود خانم حسین پور در اینجا تشریف دارن تا توضیحات بیشتری بده. با درود. تا چند سال پیش گوشه و کنار خیابان‌ها کاغذ برگه‌ای نصب شده بود با عنوان فروش کلیه فوری، اما حالا تبلیغات مخفی در شهر عوض شده و برخی‌ها برگه حراج پاره تن خود را در خیابان نصب می‌کنند. فروش نوزاد یا فروش کودک پدیده‌ای است که این روزها تکرار می‌شود. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اجرای حکم وحشیانه قصاص نابینا کردن دو چشم یک زندانی خبر داد. تندیسی که با الهام از آرمانهای آزادی خواهانه کوروش تحریزی شده به زودی شاهراه بزرگ سانتا مونیکا بلوار لس آنجلس را تزیین خواهد کرد. این مجسمه که آزادی رویای مشترک عنوان دارد به همت بنیاد فرهنگ برپا می شود. وزیر سابق ارشاد میگوید اتاق‌های فکری برای حوزه‌های مختلف فرهنگی وجود دارند که با امکانات بسیار گسترده هر هفته یک چالش جدید می‌آفرینند. او افزود این اتاق‌ها برای مقابله با موسیقی، خبر و سند جعلی هم ارائه می‌کرد. به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ایران در سوریه صنعت موشکی راه اندازی کرده و محصولات آن علیه اسرائیل به کار بسته شدند. رسانه‌های بین‌المللی سالها قبل از پروژه موشکی مشترک ایران و سوریه خبر داده بودند. صیادان بلوچ که در دست دزدان دریایی در سومالی اسیرند، مرکز توجه کاربران و رسانه‌ها قرار گرفتند. 8 تن از آنها کشته شدند. کمپین تا آزادی صیادان ایرانی خواستار پاسخگویی و پیگیری جمهوری اسلامی است. کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر در تلاشند تا درباره وضعیت وخیم ملوان‌های بلوچ که اسیر دزدهای دریایی سومالیایند اطلاع رسانی کنند. تیم ملی شمشیربازی ایران در مسابقات جام جهانی 2016 در سنگال شگفتی آفرید. تیم ملی اسلحه سابر ایران توانست با پیروزی 45-39 مقابل ایتالیا در نبرد نهایی مقام نخست این مسابقات را به دست آورد. سرپرست مذاکرات کارشناسی میان ایران و اتحادیه اروپا میگوید جمهوری اسلامی برای بحث‌های حقوق بشری خط قرمزهایی دارد. او احکام قرآن درباره اعدام و قصاص را از جمله این خط قرمزها عنوان کرد. وزارت امور خارجه آمریکا درباره آینده توافق هسته‌ای با ایران در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ابراز نگرانی کرد. یکی از سخنگویان این وزارتخانه میگوید به سود همه جهان است که توافق هسته‌ای با ایران اجرا شود. به نوشته سایت حکومتی برنا، یک مأمور سرشماری مدعی شده است که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد که طبق حکم دادگاه باید همکنون در زندان باشد، در خانه به سر میبرد. علیرضا گلی‌پور، زندانی امنیتی، به دلیل نپذیرفتن مصاحبه تلویزیونی از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به طوری که آثار ضرب و شتم و کبودی بر بدن وی مشهود است. این در حالی است که وی از بیماری تومور در ریه و مشکلات قلبی رنج می‌برد. افزایش آلودگی هوا کیفیت هوای تهران را در محدوده اضطرار قرار داده است. روز دوشنبه به خاطر شرایط ناسالم هوا، مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی تهران تعطیل شدند. آخوند صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت 7 مجموعه فعال در زمینه مدلینگ در قزوین پلمب و 10 تن دستگیر شدند. مزدوران قالیباف شهردار تهران با حمله با سلاح سرد به کارتون خوابها در محله هرندی اقدام به آتش زدن چادرها و وسایل این افراد بی‌بضاعت کردند.
در ایران 6 زندانی عقیدتی در زندان اوین و 2 زندانی دیگر قومیتی در یکی از زندانهای کرج در اعتراض به وضعیت نامناسب و بلا تکلیفی از چند هفته پیش در اعتصاب قضا هستند. اتهام یکی از آنها شرکت در تجمع اعتراض به اسید پاشی است. وزیر خارجه اتحادیه اروپا در آخرین نشست خود بر پایبندی این اتحادیه بر توافق اتمی با ایران تاکید کرد. موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برجام را توافقی چند جانبه دانسته که سازمان ملل هم آن را تایید کرده است. آژانس خبری روسیه ریا نوستی خبر مربوط به معامله کلان تسلیحاتی روسیه با جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده است. روسیه تصمیم به فروش 10 میلیارد دلار تسلیحات به جمهوری اسلامی ایران گرفته است. این هم چهره کارکنان کاخ سفید هنگام ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا. شب و روزتان خوش. هموطنان عزیز، حقوق بشر جمهوری اسلامی رو میبینیم. چشم جوان، دو تا چشمای جوان در بردند برای اینکه حقوق بشر رو بر مبنای یک کتابی که 1400 سال پیش نوشته شده به زبان دیگری برای مردمان دیگری در جهان دیگری نوشته شده، امروز یک سری دزد فاسد واپسگرا آمدند و اون کتاب رو میخوان اجرا کنند برای مردم قرن 21. هموطنان عزیز، از کجاش قراره صحبت بکنیم؟ یک جوانی رو که به عنوان دانشمند اتمی بوده، چه کارهایی که نمیکنن، چه برنامه ریزی که نمیکنن به خاطر اینکه این آدم گردن نمیگذاره که تقلیز اورانیوم رو از 3.5% به 20% برسونه، چرا که این دانشمند میدونسته که این چه خطری برای انسان به طور کلی داره و چه خطری برای ایران داره، با اینکه این جوان شاید خیلی هم سیاسی نبوده، ولی میدونسته که اگه این کارو بکنن چه بلایی ممکن به سر ایران بیارن که دیدیم آخر سر اونچنان این حکومت رو حلق‌آویزش کردن که به التماس افتاد تا این جریانات به هر حال به این شکل با 5+1 انجام شد. اما برنامه امروز رو پی میگیریم با شخصیتی که شما در این حال اگر با چهرهشون خیلی آشنا نبودید ولی با صداشون آشنا بودید. در تمام این مدت این گاه شمار نهاد مردمی رو خانم حسین پور میخوندند، با صداشون حتما آشنا هستید. خانم محبوبه حسین پور امروز مهمان برنامه سیمای نهاد مردمی هستند، ولی کاری رو که شروع کردن از سالها پیش به خاطر آدمی که هم خودش لطمه خورده، هم هموطنانش لطمه خوردن و هم وطنش در خطر اضمحلاله، ایشون مدت هاست که این پرچم حقوق بشر رو دارن به دوش میکشن در مبارزه با این حکومت فاسد. مجددا به شما درود میفرستم بانو حسین پور عزیز، خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم جناب دکتر شاه ولایتی. من واقعا احساس میکنم که توی خونه خودم هستم. ببینید هموطنان و جناب دکتر، من مثل صدها هزار نفر خانواده خونی خودم رو به دست این اوباش جنایتکار هرزه از دست دادم، ولی به تلافی اون یک خانواده مبارزاتی پیدا کردم که هر آینه اعضای بیشتری به این خانواده میپیونده و این خانواده مبارزاتی من هر دم وسیع‌تر میشه. درست. و ما در پی اون هستیم که خانواده مبارزاتی ملت ایران به 60 میلیون برسه. نمیگم 85 میلیون، خودتون میدونید چرا، برای اینکه به هر حال ما یک درصدی مزدور و نانخور و سرسپرده و فرومایه داریم، به هر حال اینا رو هر جوری که بسنجیم، یک عده هم هستن که به لحاظ سنی یا به لحاظ شرایط به اصطلاح
جسمی یا روحی روانی در موقعیت تصمیم گیری نیستن. در نتیجه من میگم 60 میلیون خانواده مبارزاتی ما بایستی که به 60 میلیون نفر برسه و من الان واقعا در این برنامه و در هر سنگری که بر علیه جمهوری اجامر اشغالگر که من روش خیلی تأکید میکنم حضور پیدا میکنم، خانه من هست. ما فقط یک شرط داریم جناب دکتر، میدونید برانداز مبارز فقط این که سابقه تروریستی نداشته باشه که نیان به ما انگ بزنن آها داعش هم براندازه برای جمهوری اسلامی، نسبت به جمهوری اسلامی از زاویه براندازی فعالیت میکنه. بله اون مثل خودتونه، از همون رگ و ریشه و با همون سوابق و با همون آبشخور فرهنگی و تفکری هست، ولی ما میگیم مبارزانی که برای براندازی جمهوری اجامر اشغالگر، جمهوری فاشیستی ولایی فعالیت میکنن و سوابق تروریستی نداشتن، بلکه خودشون قربانی تروریسم شدن. در نتیجه من بسیار خوشوقتم که در این برنامه حضور دارم. خانم حسین پور عزیز، الان وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که یه آدمی مثل سعید طوسی میاد و تجاوز میکنه به بچه های مردم، بعد یه عده میان و ازش شکایت میکنن، این بچه ها شاکی این هستند که این آدم به ما تجاوز کرد. حالا شما فکر بکنین بعد از این مدت این سیستم که این پرونده رو میخوابونه و توجه نمیکنه و ایشون هم در این حال تهدید میکنه که اگه قرار باشه که شما بخواید بیاین دنبال من، من صدها نفر خودم میکشم پایین، و چون همه مثل اینکه این کارن تو این سیستم فاسد حکومت اسلامی. اگه نگاه کنیم اینا اصلا سیستمشون اینجوری بوده و خودشون یه وقتی مفعول بودن و بعد فاعل میشن و از این بدبختی‌ها که حالا امروز گریبان ملت ایران رو اینا گرفتن. تاریخ حوزه و فیضیه اصلا پیوند خورده با این مسائل، یعنی اینها این سابقه قدیمی در این زمینه دارن. بله متاسفانه، ولی غلامبارگی اساسا جزء آموزه های این سیستم تحصیلیشون برن و آیت الله بشن و از این داستان ها، تا از این رده ها رد نشن آیت الله نمیشن اصلا. ولی خانم حسین پور جالبه که نگاه میکنیم میبینیم که در اون مملکت هر کسی رو که شاکی هست بعد از یه مدتی متشاکی بهش حمله میکنه، یعنی اون کسی که ازش شکایت کردن اون بر میگرده و برنده اون میشه، اصلا مثل این که طلبکار هم میشه از این قضیه. حالا تازه در مورد این بچه ها که هست هیچی، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این آقای صادق لاریجانی هستش که حالا برای خودش رئیس قوه قضاییه شده، که وقتی نگاه میکنیم ببینیم که چگونه رئیس قوه قضاییه شده و این سیستم چقدر خراب و چقدر فاسده، من تعجب میکنم اسمشو گذاشتن نظام. این تنها چیزی که نداره نظم نداره، یک سازمان بی نظم، یک سازمان خراب و اسمشو گذاشتن نظام جمهوری اسلامی. چه نظامی این که پایش بر فساد هست؟ چه نظامی پایش بر دزدی هست؟ آقای صادق لاریجانی، حالا یک کلیپی داریم میبینیم، ایشون خیلی جالبه 63 تا حساب در بانک داشته که 20 ساله داره و امضاش هم فقط امضای خودشه، و در تمام این مدت چقدر اینها از این مملکت چاپیدن، و اون وقت یه آدمی رو که یه جایی به دلیل گرسنگیش، یه بچه‌ای رو که میره یه دزدی میکنه به خاطر گرسنگیش، یا دستشو میبرن یا نهایتاً اعدامش میکنن. شما فکر کنید اگر قرار به قطع باشه اینا باید قطعه قطعه بشن. آفرین بر شما، آفرین. و اینها این رو خواهند دید. وقتی که شما وقتی صحبت از 60 میلیون کردید، حقیقتاً بیشتر از 60 میلیون نفر در اون مملکت 80 میلیونی لطمه خوردن از این حکومت، زخمی هستن از این حکومت و جزو خانواده مبارزین هستن، اما اگه صداشون در نمیاد به خاطر اینه که وقتش هنو نرسیده، اما داره میرسه. بله. از بس این حکومت بوی تعفنش دیگه داره همه مردم ایران رو خفه میکنه و تمام مردم جهان رو، این مردم جهان که یه روزی نمیدونستن دقیقا اونجا داره چه میگذره، اما حکومتگرانشون هم حالیشون شد که این حکومت چقدر فاسده. اجازه بدید تا برویم و این کلیپ رو با هم ببینیم و برگردیم ببینیم که آقای لاریجانی اینا پیش نمازاشون هست، از خلیفه گرفته تا خود همین و خود مجموعه این نظام جمهوری اسلامی فاسده.
چی گفته هستن شماها برای ما نسخه بنویسید حقوق بشر را؟ بر چه اساسی می‌نویسید؟ در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر گفتن کرامت انسانی. کرامت انسانی چی هست؟ شما برای ما تفسیر میکنید؟ شما انسان رو میشناسید؟ انسان رو کسی میشناسه که خالق انسان باشه. شما یه انسان دیگه به ما تحویل میدید. این عده‌ای که نشستن در نمیدونم سال 1948 چند نشستن دور هم دیگه یه همچین اطلاعیه بار ما نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر را، اینا کی بودن؟ برخواسته از کجا بودن؟ بر چه اساسی حق رو تبیین کردن؟ بر چه اساسی کرامت انسانی را؟ کرامت انسانی به این است که در زیرش می‌نویسن ازدواج مثلا امر فردی است، بعدم تفسیر میکنن که زن با زن، مرد با مرد میشه ازدواج کنه. خب اینه کرامت انسانی شما؟ هموطنان عزیز، در مورد کرامت انسانی صحبت میکنه این آقا و میگه که بر چه اساسی؟ نه خیلی کار خود، چون اساس هم داره. از کرامت انسانی، از حق صحبت میکنه. نگاه کنید ببینید که در کلیپ بعدی خود آقا دزده، همین آقا که همین حالا در مورد کرامت انسانی صحبت میکنه و در مورد حق، ببینیم که چه افتضاحی که به بار نیاورد. دستگاه قضایی ما باید مأمن جامعه باشد. هر چیزی اشکال داشته باشه، اگر نمک سالم باشه، میشه جلوش رو گرفت. اما اگر یه وقتی نمک فاسد بشه، خیلی کار سخت میشه. افشای فساد کلان 1000 میلیاردی صادق لاریجانی توسط شبکه جهانی دور تیوی. چرا 1000 میلیارد از درآمد بیت المال باید به حسابهای شخصی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه واریز شود؟ منابع خبری شبکه جهانی دور تیوی از وجود 63 حساب شخصی با موجودی 1000 میلیارد تومان متعلق به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر دادند. پایه این فساد کلان صورت گرفته توسط رئیس قوه قضاییه را آقای ناصر سراج، رئیس بازرسی کل کشور اعلام و کمیته 3 نفری تشکیل شده از نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده دولت و نماینده قوه قضاییه تایید کردند. لازم به ذکر است که 63 حساب شخصی متعلق به رئیس قوه قضاییه با موجودی 1000 میلیارد تومان تنها تک امضای صادق لاریجانی را دارد و تا کنون 3 نفر از قوه قضاییه و 2 نفر از بانک ملی که اقدام به افشای این فساد کلان کرده اند بازداشت شده اند. گفتش که هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک. این روحانیون یه وقتی نمکی بودند، اعتباری داشتند، جایگاهی داشتند، در دل مردم یه جایی داشتند. اما نگاه کنید در طی این 38 سال گذشته چه بلایی که به سر خودشون نیاوردند. برای اینکه اتفاقا چه خوب شد که ته این حکومت در آمد، ملت ایران دیگه بیشتر از این گول اینا رو نخورد، 1400 سال بس بود. اینها نشان دادند که چه موجودات فاسدی هستند و نشان دادند که ایرانیان دیگر بیشتر از این برای اینها حرمتی قائل نیستند، چون حرمتی دیگه ندارند. نگاه کنید رئیس قوه قضاییه گذاشتنش، خودش رئیس دزداست، خودش رئیس فاسداست، خودش از یک مجموعه فاسد میاد، خودش رو خلیفه سر این شغل گذاشته تش، برادراش همه در یه جای یک کارن. آخه در کجای شما دنیا، در کجای دنیا میبینید که 4 تا برادر از یک مجموعه فاسد قرار باشه بر جان و مال و زندگی یک ملتی حاکم باشن؟ این مجموعه همشون همینجورن. بانو حسین پور عزیز، من میدونم که شما وقتی که
فکر میکنید به اون چه که در اون وطن داره میگذره و با توجه به ارتباطاتی که دارید، مطمئنن این امید هست که این پیوند بخوره بین تمام این ستم دیدگان اون مملکت، این خواهران و برادران و پدران و مادرانی که این چنین در طی این مدت از این حکومت لطمه دیدن و این وطنی که به دست این دزدان، به دست این دروغگویان به این شکل داشت در سراشیبی خود سقوط داره میره. اما امیدی که هست اینه که شما یه شعری هم دارید، من خیلی دلم میخواست این شعرتون رو میخوندید، اگر که لطف بکنید این شعر رو بخونید که مال خودتونم هست. من هموطنان عزیز بگم که خانم حسین پور خودشون شاعرن. جالبه، یکی از شخصیت‌های ادبی جامعه هستن و لازم هستش که من این کتاب رو هم نشون بدم. این کتاب مجموعه شعر همسر ایشون هست، همسرشون آقای علی دایری که یکی از شخصیت‌های به نام و معروف ادبیات ایران هستند. این زن و شوهر به اون مملکت علاقمندند، به اون مملکت دل در گرو آزادی اون مردم دارن، در تمام این مدت تلاش کردن که با هم برای آزادی مردمان وطنشون تلاش کردند و دستشون دراز کردن به سوی هموطنان دیگر، کسانی که لطمه خوردند که تعدادشون به قول خودشون بیش از 60 میلیون نفر هست. بیایید تا با هم دستامون رو دست هم دیگه بگذاریم. خانم حسین پور این راه رو آمدند، اجازه بدهید تا همه با هم دیگه این راه رو بریم، چون چاره دیگه نداریم جز این که دستامون رو دست هم دیگه بدیم، افکارمون رو به هم پیوند بزنیم و این حکومت اجامر رو، این کلمه است که ایشون به کار میبرن، از سطح جهان بزداییم، برای اینکه اینا نه فقط برای ایران ضرر دارن، برای مردم جهان ضرر دارن. خواهش میکنم این شعرتون رو برای هموطنان بخونید. خواهش میکنم. حالا شما لطف دارین، البته من ادعای شاعر بودن ندارم، ولی خب تب آزمایی میکردم از جوانی. همسر من هم خب به اقتضای روحیات مشترک، ولی ایشون هم در استان فارس و استان بوشهر البته شناخته شده بود و حالا هم که دیگه ما همه اینها رو مجبور شدیم به دلایل جفاهای بسیاری که این ناوکاران بر ما کردن و گریختیم از وطن، جلای وطن کردیم، که این چیزا واقعا همه منقطع شده. اما من با تم مبارزاتی و ملی میهنی البته ادامه میدم. ببینید جناب دکتر شاولتی، من یک پیام دارم بر در تقابل با آنچه که بسیار مزورانه و با شیادی سعی کردن در این سالها توی ذهن مردم ایران کنن که میبخشیم اما فراموش نمیکنیم. چی رو میبخشیم و اون فراموش نکردنی که توامه با بخشش باشه به چه درد میخوره؟ فقط حالت آزار، یعنی قراره که ملت مازوخیست باشن تا شماها خوشحال باشین، خودشون آزار بدن ولی شماها مسون باشین. این واقعا چه شعار بیشرمانه ای هست که از زیر سر همین اصلاحاتچی ها، همینا که من بهشون میگم اشرار استمرار طلب، اینها بودن که چون دیدن ملت ایران خانواده‌ای نیست که داغدار نباشه، خانواده‌ای نیست که آسیب دیده نباشه، و این نیروها میگه پدر کشتی و تخم کین کاشتی. ما این فرهنگ رو در شاهنامه داریم، پدر کشته را کی بود آشتی؟ چون میدونستن که این بلا دا این بلاهایی که بر مردم نازل کردن یک جا میشه و نیروی خشم و عزم مردم ریشه اینها رو در میاره و این رو میدونن، اومدن و این شعار میبخشیم اما فراموش نمی کنیم رو سعی کردن که همه گیر کنن که هیچ کس هم زیر این بار نمیره. حالا من در تقابل اون شعری دارم و پیامی برای تمام کسانی که آسیب دیدن از این نابکاران، چرا به هر شکلی چه رسد اون کسی که عزیزی رو از دست داده، عزیزی رو به خاطر امتیازات و خوبیهاش از دست داده. من آزاده‌ای پاک باز و غمینم، تفنگی به قربت بود هم نشینم، چو داغ عزیزان کشد شعله بر جان، به جز جان فدایی مسیری نبینم، مبادان که دشمن مرا سخره گیرد، مبادان که آلاید او سرزمینم. تو خواهی اگر بندگی کن
به جا باش، من آن پای در راه روشن جبینم. فرومایه را چون نباید امان داد، بکوبم همه خانمانش بکینم. یکی شیر باید که شمشیرش بر کف، به هنگامه گرد میدان چنینم. تو را ای زن و مرد ایران ویران، تو را ای زن و مرد ایران ویران، من آن یاور سخت کوش امینم. سپاسگزارتون هستم. واقعا هموطنان عزیز، ما این چنین زنانی داریم، ما این چنین زنان و مردانی در ایران داریم و این چنین مادرانی داریم که در دامانشون فرزندانی رو دارن تربیت میکنن که همچون جوجه های بلانه نشسته دارن آرام آرام بزرگ میشن و آرام آرام این سمفونی بزرگ براندازی حکومت جمهوری اسلامی رو دارن مینوازند. هموطنان عزیز، روزش فرا خواهد رسید، اما دلم میخواد که این کلیپ رو هم نگاه کنید، ببینید که از سراسر ایران به زبانهای مختلف برای این یک ایران یک ملت چگونه دارن همه به هم گره میخورن. دیدیم در پاسارگاد و نمونه های دیگرش رو خواهیم دید. حتی اگه این حکومت بچه ها رو بگیره، این چنین شکنجه بکنه، اینها رو بکشه، ترور بکنه، مثل اردشیر و خیلی دیگرانه که حتی صداشون در نیامد، کسانی که حتی تو اون مملکت هستن و خفشون کردن و نگذاشتن حتی عزاداری بکنن، اما این سمفونی بزرگ براندازی رو صداشو همه داریم میشنویم. تنها کسانی که کور و کرند و نمیبینند و نمیشنوند حکومتگران فاسد و دزد و ظالم جمهوری اسلامی هستند، اما این اتفاق خواهد افتاد. ایرانی سرفرازم، یانم فداد به ولاتی جوانم. گل آشوب گلر گلستان، نه گوزلسن عزیز ایران. اولم توپراغ و قربان، نه گوزلسن عزیز ایران. خینت دلم، آوه دلم، اول و آخر منزلم توی ایران. ای ایرون، ای ستین دلم، دردت به جونو. درود و درحباد ای ایران، من ترا وانان، من ترا زانان، های وطن خوشکندار. ای ایران، ای افتخارم، داغت نبینم، دورت بگردم. آیا میده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جبه کن در آسمان، همچو مهر جاودان. بشن و سوز سخنم، که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. بشن و سوز سخنم، که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر منگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر منگ و زبان، همه شاد و خوش آمد. رویدادهای هفته پیش رو، برگرفته از گاه شماره ملی ایران، 26 آبان 1324 خورشیدی، اعتراض ایران به حضور نیروهای شوروی در آذربایجان. در چنین روزی دولت وقت ایران به دولت شوروی اعتراض کرد که برخلاف تعهد قبلی، حضور نیروهای این دولت در آذربایجان مغایر حاکمیت ملی ایران است. با اینکه در آن زمان ماه‌ها از شکست هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود، دولت شوروی حاضر نمی‌شد نیروهای نظامی خود را از ایران خارج کند. 27 آبان 1358 خورشیدی، آزادی گروگان‌های زن و سیاه‌پوست آمریکایی.
دو هفته پس از اشغال سفارت آمریکا و به دستور خمینی، گروگان‌های زن و سیاه‌پوست آمریکایی در چنین روزی آزاد شدند. گفته شد که خمینی با اعتقاد به اینکه زنان و سیاه‌پوستان آمریکایی در اصل در ردیف مستضعفان جامعه آمریکایی قرار دارند و ناخواسته به چنین مأموریت‌های اعزام می‌شوند، دستور آزادی آنان را صادر کرده است. 28 آبان 1230 خورشیدی، عزل امیر کبیر از مقام صدر اعظمی. سیاست داخلی و خارجی امیر کبیر در محیط دربار و اجتماع رجال و شاهزادگان و وابستگان و حقوق بگیران بیگانه قابل قبول و مورد پسند نبود. به همین دلیل اتهامات زیادی را به صورت شایعه به او وارد ساختند. کم کم ناصرالدین شاه به امیر سوءظن پیدا نمود و او را در چنین روزی از صدارت عزل کرد. 29 آبان 1334 خورشیدی، انعقاد پیمان بغداد معروف به سنتو. کنفرانس کشورهای عضو پیمان بغداد با شرکت نخست وزیران ایران، ترکیه، عراق، پاکستان و انگلستان و با حضور وزیر امور خارجه آمریکا در بغداد به ریاست نوری سعید نخست وزیر عراق برگزار شد. در این کنفرانس پیمان سنتو منعقد شد که این پیمان در اصل به منظور جلوگیری از نشر کمونیسم به کشورهای مجاور شوروی بود. 30 آبان 1294 خورشیدی، بازپسگیری شهر همدان از ارتش روسیه. کلونل محمد تقی‌خان پسیان، افسر ژاندارم، در این روز سربازان روس را که آموزش جنگ خیابانی ندیده بودند به کوچه های شهر همدان کشاند و در آنجا آنها را در هم کوبید و بیرون راند و شهر را از ارتش روسیه پس گرفت. 1 آذر 1300 خورشیدی، انحلال پلیس جنوب از سوی رضاخان. پلیس جنوب در ابتدا برای تأمین منافع انگلستان در جنوب ایران به وجود آمده بود، اما با روی کار آمدن رضاخان در وزارت جنگ و تقویت نیروهای نظامی ایران، دولت انگلیس دیگر نیازی به این تشکیلات پرهزینه نمی‌دید. از این رو در چنین روزی پلیس جنوب به کلی منحل شد. 2 آذر 1305 خورشیدی، درگذشت درویش خان استاد تار و موسیقی ایران. درویش خان در سال 1251 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. به چند مسافرت به انگلستان و روسیه برای پر کردن صفحه گرامافون انجام داد. درویش خان در موسیقی سنتی ایران تحولی ایجاد نمود و پیش درآمد را از نوآوری‌های وی در موسیقی می‌دانند. درویش خان سرانجام در این روز در حالی که عازم منزلش بود بر اثر تصادف با اتومبیل در 54 سالگی درگذشت و در تهران مدفون گردید. هموطنان عزیز، بازگشت به هویت ایرانی اون چیزیست که این حکومت به شدت ازش میترسه. در تمام این مدت هم لگدمال کرده هویت ایرانی رو، اما هویت ایرانی چیزی نیست که قرار باشه توسط یک حکومت عقب افتاده قرن 1400 سال پیش رو قرار باشه له و لورده بشه. امکان نداره. خیلی قدرتر از این آمدن و از این غلط ها نتونستن بکنن. 21 آذر فرا میرسه. برنامه امروز رو در خدمت بانو حسین پور هستیم و من میخوام کلام آخر رو بانو حسین پور در برنامه امروز بفرمایید. سپاسگزارم. هموطنان و هممیهنان همدردم و همرزمان درون مرزم، ببینید، بازیابی هویت ملی عین دادخواهی هست برای ستمی که به شما رفته، مخصوصا آنکه عزیزی رو از شما گرفته باشن. این یک ایرانی بوده که از ملک و ملت ایران دریغ شده. برای این مهم واقعا عزم جذب کنید و از هر خانواده میخوام امروز پیمان بگیرم که یک نفر برخیزه برای دادخواهی و به قصد سرنگون کردن این حکومت فاسد جنایتکار. روزگارتان شاد. بانو حسین پور عزیز، از حضور شما در برنامه امروز واقعا سپاسگزاری می‌کنم و امیدوار هستم باز هم ما در برنامه‌های آینده شما رو داشته باشیم. سپاس از شما، خیلی متشکرم. هموطنان عزیز، ما با بانو حسین پور
و بقیه زنان و مردان ایرانی، با خواهران و برادرانی که لطمه دیدن از این حکومت که بیشتر از 60 میلیون نفر هستند، ما دست به دست هم دیگه میدیم، وطنمون رو پس میگیریم. ما باید ایرانمون رو پس بگیریم، نهال آزادی رو میکاریم و با جانمون آبیاریش خواهیم کرد. زنده و پاینده باد ایران، زنده و پاینده باد آزادی، زنده و پاینده باد مردمانی که برای رسیدن به آزادی و نهادینه کردن عدالت اجتماعی و دموکراسی در وطنشون تلاش میکنند.